سلام علیکم، این ویدیو درباره ایرانیای ناسا، آماری که چند سال پیش من دیده بودم و تو روزنامه اسپیس هم چاپ شده بود. میگفت که حدود 43% از کادر پژوهشی ناسا پژوهشگرای ایرانیان و حدود 70-80 نفر ایرانی حداقل اونجا دارن کار میکنن. تو این ویدیو میخوام 5 تا از ایرانیهای سرشناس ناسا رو بهتون معرفی بکنم و با هم میخوایم ببینیم که چه مسیری رو برای رسیدن به اونجا طی کردن. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. من بهزادم، اینجا زومیته. حتما چنل سابسکرایب بکنید که اگه از این سبک ویدیوها دوست دارید این چنل مناسب شماست. شماره 1 لیست ما یه خانومه، یاسمن مقبلی اسم ایشون. قطعا به گوشتون خورده تا الان. دلیلش هم اینه که یه خانم ایرانی آمریکایی موفق شده فرمانده ناسا بشه. همین هفتمین ماموریت اعزام فضاپیمای اسپیس ایکس به ایستگاه فضای بین‌المللی هم که انجام شد به فرماندهی ایشون بود. اما یاسمن مقبلی کیه؟ کجا به دنیا آمده و چجوری موفق شده به ناسا برسه هستن؟ یاسمن مقبلی 3 تیر 1362 تو شهر ناوهایم آلمان غربی به دنیا اومد. پدر مادرش هم اصالتاً مهابادیان. خانواده‌اش قبل از انقلاب مهاجرت کرده بودن. از همون نوجوانی هم خودش به نجوم و فضاشناسی علاقه داشت، جوری که حتی تو کمپ آموزشی هانتسویل ایالت آلاباما آمریکا هم شرکت کرد. برای اینکه بتونه تو رشته مهندسی هوافضا تحصیل بکنه به MIT رفت. بعد از گرفتن لیسانس از اونجا برای ادامه تحصیل رفت مدرسه تکمیل تحصیلات دولتی که توسط نیروی دریایی آمریکا اداره میشه. بچه‌ها علاوه بر اینکه از اونجا فارغ التحصیل شد، خلبانی هم به طور کامل یاد گرفت. سال 2017 بود که یاسمن از طرف اداره هوانوردی و فضایی به عنوان یکی از اعضای گروه 22 نفره ای از فضانوردان انتخاب شد و 2 سال تحت تعلیم قرار گرفت. خیلی مراحل سختی رو پشت سر گذاشت تا جزو نفرات برتر بشه. بریم سراغ شماره 2 لیستمون، بابک فردوسی. آقای فردوسی یکی از جالبترین افراد این لیسته. احتمالاً عکسش رو حداقل یه بار تو اینترنت دیدین. با اینکه بابک تا سالها برای موقعیت فعلی خودش توی ناسا زحمت کشیده، چیزی که تو دنیای مجازی معروفش کرد مدل موهاش بود. اجازه بدید فعلا یه بیوگرافی از بابک بهتون بگم. 16 آبان 58 تو شهر فیلادلفیای آمریکا یه پسر به اسم بابک به دنیا میاد، 1358. از اونجایی که برای پدرش دکتر علی فردوسی جامعه شناس فرصتی برای تدریس توی توکیو پیش اومد، این پسر نوجوانی خودش رو تو ژاپن گذروند و دوره دبیرستانش تو کلاسای مدرسه آمریکایی‌های این کشور به پایان رسید. اصلا خود بابک میگه یکی از تاثیرگذارترین آدم‌های زندگیش معلم شیمیش توی ژاپن بوده. اما برای دانشگاه بابک به آمریکا برگشت و کارشناسی رشته هوافضا رو از دانشگاه واشنگتن دریافت کرد. تو همون دوران بود که برای گروه تحقیقاتی هانس جورج دهملت برنده نوبل فیزیک هم کار میکرد. بابک فردوسی مدرک کارشناسی ارشد خودش رو هم از دانشگاه MIT گرفت. سال 2003، یعنی وقتی که بابک تازه تحصیلاتش رو تموم کرده بود، کار خودش رو توی ناسا به عنوان مهندس در آزمایشگاه پیشرانه جت یا همون JPL شروع کرد. بابک توی پروژه‌های زیادی بوده، مثلا توی پروژه مریخ نورد کریاسیتی که 9 سال طول کشید و مدیریتش با فیروز نادری بود. مهمترین وظیفه بابک فرود آوردن آزمایشگاه سیار توی مریخ بود. کلیپر هم یکی دیگه از پروژه‌های عظیم تو کارنامه کاری بابک فردوسیه که توی اون به عنوان مهندس پرواز کار میکرد. نفر بعدی لیست بازم یه دونه خانومه، آزاده تبارزاده. توی تهران سال 1346 مجتبی تبارزاده و آذر بزرگ دختری به اسم آزاده رو به دنیا آوردن. اما یه آزاده وقتی بچه بود بهش یه کتاب راجع به مجموعه از تجهیزات آزمایشگاهی شیمی میده. آقا همین میشه جرقه اشتیاقش به دنیای شیمی. حتی خود خانم تبارزاده توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه عموی من بهم خاطرات ماری کوری رو نشون داد و همین مسئله من رو متوجه کرد که این فقط مردا نیستن که میتونن دانشمند بشن. به همین دلیل من دانشمند شدم تا زحماتش رو جبران کرده باشم. خانواده خانم تبارزاده تو سن 17 سالگی اونو به همراه برادرش به خارج از کشور فرستادن. اول شهر کراچی، بعد لندن، مادرید و در آخر هم لس آنجلس. آزاده تو آمریکا شروع کرد شیمی خوندن. کجا؟ دانشگاه کالیفرنیا. مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشدش رو هم با نمره‌های عالی گذروند. واسه همین برای مدرک دکترا هم اقدام کرد.
همکاری خانم تبارزاده با ناسا بعد از گرفتن مدرک دکترا و ثبت کشفیات و تحقیقاتشون شروع شد. آزاده جایزه های زیادی هم گرفته، مثل مدال جیمز بی مک‌الوین، دستاوردهای علمی ناسا و هنری جی هالتون از انجمن هواشناسی آمریکا. محمد جمشیدی نفر بعدیه، یکی از ایرانی های ناسا که شاید اسمشون رو کمتر شنیده باشید. پروفسور محمد جمشیدی برای 10 سال مشاور این سازمان بود. آقای جمشیدی 20 اردیبهشت 1323 توی شیراز به دنیا آمدن و تا پایان دبیرستان ایران بودن. بعد از اون برای گرفتن لیسانس مهندسی برق به دانشگاه ایالتی اورگون ایالات متحده آمریکا رفتن. در نهایت سال 1350، یعنی بعد از گذروندن دوره‌های فوق لیسانس، دکترا و فوق دکترا، از دانشگاه ایلینوی اوربانا شامپاین به شیراز برگشت و کار خودش رو تو دانشگاه شیراز شروع کرد. سال 1354 بود که جمشیدی با مرخصی مطالعاتی رفت آمریکا و به شرکت آی بی ام ملحق شد. 2 سال بعدم باز ایران برگشت و دوباره سال 58 به آمریکا رفت و این بار به عنوان استاد دانشگاه نیو مکزیکو فعالیتش رو شروع کرد. کلن یه جورایی تو رفت آمد بودن ایشون. افتخارات و فعالیت‌های این پروفسور ایرانی زیاده بچه‌ها، اما از اونجایی که داریم راجع به ناسا صحبت می‌کنیم، من فقط یه جورایی بهتر ناساییاشو بهتون بگم دیگه. آقای جمشیدی که بهتون گفتم برای 10 سال خب مشاور سازمان فضایی ناسا بود، 3 سال از اون 10 سال برای مشاور علمی اولین پروژه پرتاب ربات به سطح کره مریخ گذشت که تو 4 ژوئیه 1997 به مقصد رسید. 7 سال دیگه‌ش هم تو مرکز ناسای واشنگتن عضو کمیته مشورتی برای روابط شرکت‌های کوچیک و بزرگ بودن. همینا هم جایزه ملی خدمت از ناسا رو در واقع نصیبش کرد. مهمترین اثر علمی پروفسور هم کتاب سیستم‌های ابعاد بزرگ هستش که سال 1362 توی نیویورک توسط کمپانی نورت هلند چاپ شد. و اما آخرین فرد لیستمون بچه‌ها که اخیراً هم از دنیا رفتن، آقای فیروز نادریه. احتمالاً معروف‌ترین فرد توی لیستم هم همین آقای فیروز نادری باشه که خبر درگذشتشون هم کار کردیم. اگه یادتون باشه خیلی هم از خجالتمون در اومدیم تو کامنت‌های زد و نقیزی داشتیم. اما خب فارغ از حواشی و هر چیز دیگه‌ای هم که هست، نمیشه از مسیری که آقای نادری طی کردن و دستاوردشون بگذریم. واسه همین بهتون میگم پروفسور نادری دانشمند ایرانی آمریکایی بودن که 30 سال تو سازمان ناسا کار کردن. تمرکز اصلی ایشون هم روی آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا یا همون JPL بود. 5 فروردین 1325 تو شیراز پسری به دنیا آمد که شاید هیچ وقت کسی فکرش هم نمی‌کسته از ناسا در بیاره. فیروز نادری رو دارم میگم. تو شهر خودش تحصیلات ابتداییش رو پشت سر گذاشت، اما مقطع دبیرستان رو تو تهران گذروند و تو مدرسه ایتالیایی شبانه روزی دون بوسکو درس خوند. بعد از اینکه دوره متوسطه تموم شد، فیروز نادری نوجوان برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و اونجا هم تا سال 1972 مدرک کارشناسی خودش رو تو رشته مهندسی برق از دانشگاه ایالتی آیووا گرفت. مراحل بعدی مسیر آکادمیک ایشون هم با گرفتن مدرک دکترای دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تو سال 1976 تموم شد. البته ایشون بعد از اینکه تحصیلاتشون تموم شد برای سربازی 2 سال ایران بودن، ولی سال 1357 ایران رو واسه همیشه ترک کردن. سپتامبر 1979، یعنی سالی که نادری به آمریکا برگشت، توی سازمان فضایی ناسا به عنوان مهندس سیستم کارش رو شروع کرد. جالب بدونید بچه‌ها که توی این آزمایشگاه ایرانی‌های دیگه‌ای هم بودن، مثل بابک فردوسی و شهید مصطفی چمران، همین چمران خودمون. بله، نادری 30 سال تو آزمایشگاه JPL ناسا تو پست‌های مختلفی از مهندس سیستم گرفته تا مسئول توسعه فناوری، مدیر پروژه و برنامه سیستم‌های ارتباطی ماهواره‌ای، نمی‌دونم مدیر آزمایش‌های مطالعه زمین از راه دور، مدیر آزمایش‌های فیزیک نجومی و مدیر سیستم‌های سیاره‌ای کار کردن. تو 5 سال آخر فعالیتشون هم مدیر پروژه اکتشاف منظومه شمسی بودن. در واقع تو این پروژه مسئولیت‌های متعددی از جمله مدیریت فضاپیمای کاسینی به سیاره زحل، مدیریت پروژه دان تو سیارک‌های وستا و سرس، همینطور مدیریت پروژه جونو در سیاره مشتری رو در واقع روی دوش ایشون بوده. بعد از 36 سال هم تو سال 2016 بازنشسته شدن و اسم سیارک EL1-1989 رو به افتخار این دانشمند بزرگ ایرانی نادری 5515 گذاشتن.
اینم از این، فقط اینو در نظر داشته باشید، ما به شما توی این ویدیو بچه ها فقط 5 نفر از ایرانی های ناسا رو معرفی کردیم. ایرانی های زیادتون ناسا بودن و هستن، حالا اگه دوست داشتید بهمون بگید که ما بتونیم براشون ویدیوهای بیشتری بسازیم. امیدوارم هستیم که هر روز شاهد موفقیت های بیشتر ایرانی های داخل و خارج باشیم. دمتون گرم که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید و همین، مراقب خودتون باشید و خیلی مخلصیم.